تبدیل شده به مانیفست، مانیفست برابری انسان با انسان، بی توجه به اینکه دینش چیه، آیینش چیه، اعتقاداتش چیه، با ما همخوانه یا با ما همخوان نیست، مسلمان یا غیر مسلمانه. این عظمت و شکوه فرهنگ و ادب ایران. بی خود نیست که ما به بزرگان خودمون این همه میبالیم، چون کمتر خطا کردن. در بررسی حال احوال انسان و چگونگی راه یافت به بهبود مناسبات انسانی، راه درستی رو انتخاب کردن، راه احترام به دیگران، تعظیم در برابر دیگرانی که با ما هم اندیش نیستن، با ما هم سنخ نیستن، با ما از یک نژاد و تبار نیستن. و این چه اهمیتی داره که اونا چه نژادی دارن، چه تباری دارن؟ اما جالب اینه که سعدی شعر خودش رو از پیامبر اسلام وام گرفت. این سخن پیامبر اسلامه، سخن پیامبر اسلام. چند مدتی پیش دکتر اسعد نظامی، بزرگ مرد ادب و فرهنگ ایران و ادب و فرهنگ عرب، میانان مقاله نوشته بود، لطف کرده بود در نسخه از این مقاله رو قبل از شما برای بندم فرستاد که فوق‌العاده بود، خود بیگانگی از دید مولانا، و اشاره کرده بودن به همین شعر، شعر سعدی که امروز این همه محبوبیت در جهان پیدا کرده و این همه نفوذ، مأخوذ از کلام پیامبر اسلام، اما با یک دستکاری جزئی. این سعدی هوشمند و خردمند و به قول دکتر میرآفتابی محبوب ما همیانانم یک کار شگفت انجام میده، یک دستکاری مختصر. اما این دستکاری مختصر یک شعر رو تبدیل به یک شعار جهان شمول میکنه که هر کس در هر جای جهان اون رو بشنوه احساس انسانی خوبی بهش دست تصور میکنه و یک شخصیتی طرفه که تفکرش چهار دیواری نداره. تمام بشریت رو میخواد، آرزوی خوشبختی جامعه انسانی رو داره و این چیز کمی نیست، مثلا در دنیای ما که دنیای تجزیه احوال انسان هاست، دنیای مرزبندی است، دنیای خطوط قرمزه. امروز صبح یک مصاحبه میخوندم، مصاحبه دقایقی پیش شد، مثلا یک ساعتی پیش بر سامانه اشپیگل قرار گرفت، گفتگوست با آقای عبدالصمد، یکی از کارشناسان مسائل اسلام، در عین حال یکی از منتقدین متون اسلام است. خب خیال من راحت میکنه، میگه آقا شما هیچ کدومتون در جهان غرب تقریبا همه حرف ما رو میزنید، شناخت درستی از اسلامیستان دارید. وقتی میگه به اسلامیستان یعنی کسانی که دین رو تبدیل به آلت قتال کردن، فراموش نکن، و میخوان از دین مسند قدرت تولید بکنن، یعنی دین رو تبدیل کردن به کارخانه تولید مسند قدرت. کارگران این کارخانه کیند؟ عوام کلعنا، کسانی که تحت تأثیر تبدیل به آدم های باورمند شدن، با یک چشم جهان رو نگاه میکنن و دنیا برای اونا فقط دو بُعد داره، فقط دو بُعد، و جهان رو تجزیه کرد به جهان خوب و بد. از دید اینها دنیا دارای دو نوع نفوسه، نفوسی که باید از بین بره، باید کشتش. اونا چیانن؟ غیر مسلمان. مسلمان ها وظیفشون چیه؟ وظیفشون این که همیشه فرض رو بر این بذارن که
باید غیر مسلمان رو از بین برد، دنیا رو از وجود نقص اونها پاک کرد. وظیفه یک مسلمان واقعی پاکسازی است. این نظر آقای عبدالصمده. و خب در اطراف ما کسانی هستن که همش دنبال اصلاح احکام و قوانین، مگه احکام خداوندی رو بیشتر تغییر داد؟ برخی از تندروهای مذهبی در ایران معتقدن که اسلام یک کوهه، اگه کوه رو بشه جا به جا کرد و اسلام رو هم میشه جا به جا کرد. شخصیت‌هایی در این چند دهه ظاهر شدن مثل آقای عبدالکریم سروش، آقای کدیبه، آقای بازرگان و بقیه، یا کسانی که معتقد هستند اسلام رو باید مبرا کرد از هر چه شایبه تمدن غرب داره، مثل آقای سید حسین نصر که تو هشدار میده و به نظر میرسه هیچ موافقتی با علوم نظری نداره و معتقد به براندازی هر چیزیش که ممکنه اسباب تضعیف اسلام رو فراهم بکنه. و عجیبه که اینها اغلب هم در جهان غرب زندگی میکنن، یعنی در کفرستان زندگی میکنن. اغلب در جهان غرب تحصیلات حالتشون در جهان غرب بوده. وزنش که از کنم منظله نگاه که بکنه یک دشمن ذاتی نسبت به تمدن غرب داره، با اینکه درش ساکنه، درش مقیمه. صبح که در این شهر باز میکنم تنها چیزی که در برابر میبینن منظر این تمدن، و فکر کنید چقدر رنج میبرن، گاه چقدر حرص میخورن. اما برخی هم مثل آقای سروش و آقای کدیبر و برمیه معتقد هستن که باید اصلاح کرد، مدرنیزه کرد اسلام. آقای شدنیز، آقای عبدالصمد در این گفتگوی که به نظرم فوق‌العاده جالبه، گفتگوی جالب، فرصت شد حتما متن تمام گفتگو رو با شما در میان میگذارم، معتقده که آقا اسلام چیزی شبیه ماده مخدره. وقتی وارد اندامواره تفکر انسان میشه دیگه تعادل رو از انسان میگیره، شما دیگه نباید قیاس به نفس بکنید، اون آدم دچار توهم میشه که وظیفش پاکسازی است. پاکسازی هر جریان غیر اسلام حرف مفته. کسانی که مدعی میشه در این دنیا طالبان خوبی پیدا کرد میشه گفته رو کرد، یا همش تو این تصویر سیاه دنبال رنگ سفید و خاکستری میکردن، غیر باید. اما تا که خدمتون گفتم این شعر مأخوذ از کلام پیامبره، اون دستکاری کوچک همینی که خدمتون میگم. پیامبر اسلام میگه مسلمان و مسلمان، مسلم بل مسلم، مسلمان با مسلمان، اینها اعضای یک خانواده، اعضای یک پیکرن. چه رنج و تعب و درد و حرمان و گرفتاری هاشون فقط متعلق به خودشون نیست، تمام جامعه باید عکس العمل نشون بده. احتمالا پیامبر این سخن رو زمانی گفته که جمعیت کل مسلمانان در عربستان از 1000 نفر تجاوز نمی کرد. یعنی سخن او در واقع یک محدوده بومی داشته، برای گروهی بوده که پیامبر سعی میکرد و اونها رو یک جوری به هم خیشی بده، اونها رو به هم منصوب بکنه تا در کنار هم بیستن. قصدش ایجاد همبستگی بین اونها بود. سعدی چه کار میکنه؟ سعدی میاد از یک شعری که برای یک محدوده ساخته شده، برای گروهی از انسانها با ملیت مشخص، هویت مشخص، این رو یک شعر جهان شد، تبدیل به یک مانیفست میکنه، یک دستورالعمل سیاسی، یک بخشنامه برای همه فصول در تاریخ بشریت. اگر انسان دنبال خوشبختی و رستگاری و رفاه
نسخه بهتر از این یافته میشه. ما باید غمخوار تمام بشریت باشیم. امروزه داریم به این نقطه میرسیم که مشکلات در یک جا سرپه میکنن. پیش از این سر میکردن، قبل از جنگ اول جهانی، دوم جهانی، مشکلات هر ملتی خاص خودش بود، جنبه ملی داشت، جنبه بومی داشت، در همونجا ساکن میمون. اما غربی ها باید متوجه شدن نه به موازات گسترش اقتصاد و بعد جهانی شدن اقتصاد، گلوبالیزه شدن اقتصاد، فقر، بدبختی، بیچارگی، درماندگی، درماندگی های سیاسی، استبداد، آرزه های استبداد، همه سوار قایق میشن، سوار هواپیما میشن، سوار کشتی میشن، مرزها رو پشت سر میگذارن، خودشون رو به جهان غرب تحمیل میکنن. نگاه کنید به سرنوشت کشورهای غربی امروز روز، مثلا همین مشکلی که امروز فرانسه بهش درگیره، گرگ